مرجعیت شیرازی نزدیک به یک قرن است که فعالیت در مسیر تبلیغ و نشر معارف اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام را در نقاط مختلف کره خاکی از شرق تا غرب از شمال تا جنوب آغاز کرده است. این فعالیت ها به گونه ای بوده که حتی به دور افتاده ترین نقاط قاره آفریقا هم رسیده و شیعیان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام در کشور ماداگاسکار هم از آشنایی با معارف اهل بیت بی‌نصیب نگذاشته است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد مرکز اهل بیت علیه السلام از مرکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر ماجنگا در کشور ماداگاسکار است این مرکز مانند دیگر مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در مناسبت های مختلف دینی و مذهبی به برگزاری مراسم، مجالس و محافل و فعالیت های مختلف فرهنگی میپردازد. مرکز اهل بیت علیه السلام در ماه رمضان عظیم 1443 قمری نیز با راه کمپینی رمضانی میزبان عموم مؤمنان است این مرکز با تدارک برنامه های معنوی و آموزشی در دو نوبت عصر و شب همه روزه در طول این ماه با عظمت در خدمت عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت است. مرکز اهل بیت علیه السلام همچنین هر روز تا پایان این ماه هنگام افتار از مؤمنان پذیرایی می کنند. تلاوت قرآن کریم برگزاری دروس اعتقادی و اخلاقی و همچنین قرائت دعاهای مخصوص ماه رمضان عظیم از جمله فعالیت‌های رمضانی این مرکز است از دیگر فعالیت های برخی مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع می توان به این موارد اشاره کرد. اجرای پروژه خیریه ویژه ماه رمضان عظیم توسط حوزه علمی ابن فعد هلی قدس سر رو در شهر مقدس کربلا اهدای بسته های معیشتی به خانواده های نیازمند شهر بغداد توسط مرکز اندیشه اسلامی اهل بیت علیه مسلم توضیح دومین مرحله بسته های معیشتی ویژه ماه رمضان میان نیازمندان شهر مقدس کربلا توسط مؤسسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهدای ده ها بسته معیشتی به نیازمندان شهر بغداد توسط مؤسسه انوار و جوادین علیهم السلام